سرخط خبرها. انتقادها از حیف و میل شدن پول قراردادی برفپاکی های مسیر ولسوالی های غزنی. واکنش ریاست جمهوری در برابر اعلامیه نشست مسکو. عدم موجودیت هیچ گونه جدول زمانی برای خروج سربازان آمریکایی. و اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر شکست کامل داعش در آینده نزدیک در جهان. سلام و وقت شما بخیر. امروز پنجشنبه 18 ماه دلو سال 1397 خورشیدی است. به مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. یک روز شورای ولایتی غزنی از کندکاری شرکت های قراردادی پاکاری برف در مسیر ولسوالی های غزنی انتقاد میکنه. ادعا دارد که پول پاکاری مسیر ولسوالی ها از وجود برف حیف و میل میشود و باشندگان ولسوالی ها با مشکلات بسته بودن را به دلیل برفباری ها مواجه هستند. در این مورد صدیق حقجو گزارش را تهیه کرده است. در چند روز پسین مرکز و ولسوالی های غزنی گواه برفباری های وقفه‌ای اما نه چندان سنگین بوده است. شماری از اعضای شورای ولایت غزنی ادعا می کنند که مسیر برخی ولسوالی ها به دلیل پاک نشدن برف برای مردم مزدود است و شرکت های قراردادی تا کنون برف های اخیر در این مسیر را پاک نکرده است. اما متاسفانه که امسال تا به اکنون را شرکت های قراردادی که برنده قرارداد برفپاکی سال 1397 واقعا اینا شدن تا به حال هیچ گونه برفپاکی صورت نگرفته. با گفته این عضو شورای ولایتی غزنی، حکومت مرکزی نباید پول را به جیب شرکت های قراردادی بریزد. با باور وی بیشتر پول های تخصیص یافته حیف و میل می شوند. اگر مثل سالیان گذشته واقعا وزارت فایدامه و مقامات عالیه در قسمت توجه نبکنه، بهتری است که هیچ گونه قرارداد، هیچ گونه پول باید از جانب حکومت دیگر پرداخت نشود. پس اگر واقعا این منوال ادامه پیدا بکنه، اختلاسات میلیونی است که واقعا همه ساله در ایام زمستان بر اساس برفپاکی در ولایت غزنی حیف و میل صورت میگیرم. در پاسخ محمد آصف زهین رئیس فواید عامه غزنی میگوید که شرکت های قراردادی مسیر ولسوالی ها را باز کرده و تلاش ها برای پاکسازی مسیر ولسوالی ناور نیز جریان دارد. با گفته آقای زهین، نظارت پاکاری مسیر ولسوالی ها به دوش ولسوالان است و تا کنون شکایت به این اداره از این ناحیه نرسیده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اعلامیه نشست مسکو نتیجه اجرایی در مورد صلح ندارد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به قطعنامه پایانی نشست بین الافغانی مسکو با حضور سیاسیون این کشور و هیئت طالبان میگوید که اعلامیه نشست نتیجه اجرایی در مورد صلح ندارد. صادق سنجر گزارش میدهد. جهانسوری در صفحه تویترش نوشته است جلسه برخی از سیاسیون افغان با طالبان که به دعوت فدراتیف روسیه در شهر مسکو برگزار گردید مذاکرات صلح نه بلکه یک بحث سیاسی و علمی در رابطه به صلح بود. و ای در ادامه افزود اعلامیه که در پایان این جلسه به نشر رسید خلاصه بحث های دو روزه جلسه متذکره می باشد و نتیجه اجرایی در مورد صلح افغانستان ندارد. در همین حال هیچ گونه جدول زمانی برای خروج سربازان آمریکایی وجود ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی در توییت گفته است که هیچ گونه جدول زمانی برای خروج سربازان این کشور از افغانستان وجود ندارد. آقای خلیلزاد افزوده است که این سخنان او در واکنش به گفته های شماره از مقام های طالبان مبنی بر توافق این گروه روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان با آمریکا میباشد.
در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز با نشریه خبرنامه‌ای گفته است که هیچ توافقی روی جدول زمانی برای این موضوع صورت نگرفته است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که هر نوع تصمیم در مورد تغییر و احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با توجه به شرایط این کشور صورت می‌گیرد. این در حالی است که شماری از اعضای گروه طالبان در حاشیه نشست مسکو گفته بودند که در گفتگوهای آنها با هیئت آمریکایی توافقی نشده است که نیمی از سربازان آمریکایی در ماه اپریل سال جاری میلادی از کشور بیرون میشوند. سپس شماری از اعضای دیگری این گروه تصریح کرده بودند که در این زمینه تا کنون میان آمریکا و طالبان موافقت صورت نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز نیز در سخنرانی سالانه اش در کنگره این کشور گفت که در صورت پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان و نیروهای مخالف دولت در افغانستان، آمریکا قادر به کاهش حضور نیروهایش از افغانستان می باشد. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور پیشتر گفته بود که اشتراک کنندگان این نشست صلاحیت اجرایی ندارند و نمی توانند از افغانستان نمایندگی کنند. اعمال خشونت علیه اعتراضهای مدنی در پاکستان نگران کننده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که دولت پاکستان باید از حرکتهای مدنی در شرایطی که افراطیت مذهبی و تروریسم تهدید جدی برای منطقه است حمایت کنند و این حمایت وظیفه اخلاقی دولتهای مسئول میباشد. آقای غنی با نشر یادداشت در صفحه فیسبوکش نگاشته است که نهادهای بین‌المللی، حقوق بشری، رسانه‌ها، گروههای سیاسی و حتی فعالان مدنی پاکستان افزایش این خشونت‌ها را در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان تایید می کنند و این موضوع واقعا نگران کننده است. به گفته رئیس جمهور کشور، دولت پاکستان باید از حرکت های مدنی در شرایطی که افراطیت مذهبی و تروریسم تهدید جدی برای منطقه می باشد حمایت کنند و این حمایت وظیفه اخلاقی دولت های مسئول می باشد. او افزوده است که بدبختانه دولت پاکستان اعتراض های مدنی را سرکوب می کند و این نوع رفتار در دراز مدت برای منطقه نتایج منفی دارد. آقای غنی در حال این اظهارات را بیان می کند که آرمان لونی از اعضای جنبش تحفظ پشتون های پاکستان چند قبل در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. به ادعای جنبش تحفظ پشتون های پاکستان، او پس از شکنجه پلیس جان داده است، اما پلیس پاکستان این ادعاها را همواره رد کرده و گفته که او در اثر حمله قلبی جان داده است. از توجهتان به داشته‌های خبری امشب سپاس. شب روزتان خوش. خداوند نگهدار.